بینندگان عزیز سلام، به یه صفر و یک دیگه خوش اومدین. امیدواریم که از 10 دقیقه آینده و این برنامه صفر و یک لذت ببرید. لطفاً با ما همراه باشید. فوجی فیلم XH1 با رفع نواقص XT2 گزینه بسیار جذابی برای کاربران دوربین های بدون آینه به شمار میره. فوجی فیلم به تازگی از پرچمدار جدید خودش رونمایی کرد، در حالی که پیشتر پیشبینی استفاده از ادامه نامگذاری XT میرفت، اما مدیران فوجی فیلم از سری جدید XH رونمایی کردند. هنوز مشخص نیست آیا محصول جدیدی تحت نام XT معرفی خواهد شد یا نه. با این حال XH1 را می توان پرچمدار فعلی دوربین های فوجی فیلم دونست که بهبودهای گسترده ای نسبت به XT2 تجربه کرده. دوربین بدون آینه XH1 از سنسور 24 مگاپیکسلی APS-C بهره میبره که پیش از این نیز در XT2 به کار رفته بود، اما این سنسور اکنون در قلب سیستم لرزشگیر 5 محوره تعبیه شده تا یکی از بزرگترین نواقص نسل پیشین دوربین های فوجی فیلم برطرف بشه. این لرزشگیر از 3 شتاب سنج، 3 سنسور ژیروسکوپ محوری و 1 پردازنده 2 هسته‌ای توانمند تشکیل شده تا امکان حذف لرزش ها تا 5.5 استاپ رو فراهم کنه. تازگی رندرها و تصاویر شماتیک جدیدی از عینک واقعیت افزوده مورد انتظار اپل منتشر شده که تصوری از این محصول رو به ما نشون میده. تاکنون گزارش های بسیاری منتشر شده که خبر از ساخت عینک واقعیت افزوده توسط شرکت اپل میدادن، در حالی که بر طبق این گزارش چون این محصولی برای عرضه در سال 2019 آماده میشه، به تازگی تصاویر شماتیک جدیدی توسط وبسایت آی دراپ نیوز منتشر شده که تصویری نمادین از این دستگاه رو به ما ارائه میکنه. در این طرح طراح از فریمی فلزی با کیفیت بالا استفاده کرده. نکته جالب در این طرح وجود بریدگی بالای نمایشگر آیفون 10 در این عینک که در اون دوربین ها، سنسور ها و آنتن های وایرلس قرار دارن. همچنین در این تصاویر می توان نگاهی به رابط کاربری و شیوه کارکرد این عینک داشت. به باور این وبسایت لنز ها می تونن در جایی قرار بگیرن که دقیقاً تکنولوژی واقعیت افزوده در اونجا قرار داره. مدیر دفتر سامسونگ در ایتالیا ویدیوی تبلیغاتی جدیدی رو منتشر کرده که بر عملکرد خیره کننده گلکسی S9 در زمینه عکاسی دلالت داره. سامسونگ به زودی از گوشی های پرچمدار جدیدش رونمایی خواهد کرد. این شرکت کره‌ای به صورت رسمی تایید کرده که جانشین گلکسی S8 در تاریخ 6 اسفند ارائه میشه. به دنبال انتشار 3 تیزر ویدیویی از گلکسی S9 و گلکسی S9 پلاس، کارلو باروکو رئیس سامسونگ در ایتالیا ویدیوی جدیدی رو در توییتر منتشر کرده. این ویدیو به عملکرد خیره کننده کهکشانی های سال 2018 سامسونگ در زمینه عکاسی اشاره داره. در ویدیوی ارائه شده شعار تجاری The Camera Reimagined جلب توجه میکنه، ضمن اینکه سامسونگ به دوربین های دیجیتال اشاره داره. با این وجود ویدیوی منتشر شده بسیار کوتاه و طول اون فقط به 30 ثانیه میرسه.
ضمن اینکه به صورت مستقیم به هیچ یک از مشخصات پرچمدار جدید سامسونگ اشاره ای نمی کنه. با این حال ویدیوی منتشر شده با شایعات گذشته مبنی بر عملکرد نزدیک گلکسی S9 به دوربین های DSLR در زمینه عکاسی به دلیل امکان تغییر گشودگی دهانه لنز دوربین همخوانی داره. گفته میشه عضو جدید سری گلکسی S به سنسوری با لنز F1.5 مجهز خواهد شد و اندازه دهانه لنز تا F2.4 متغیره. ضمن این که به نظر میرسه در ویدیوی ارائه شده به دیگر قابلیت‌های پرچم‌دار 2018 سامسونگ از جمله استیکرهای سه‌بعدی، فیلمبرداری صحنه آهسته و استیکرهای واقعیت افزوده اشاره میشه. البته تشخیص این ویژگی‌ها بدون اطلاع از شایعات گذشته دشواره. در رابطه با فیلم برداری صحنه آهسته باید گفت جانشین گلکسی S8 میتونه ویدیوهای اسلو موشن با نرخ 480 فریم در ثانیه رو به ثبت برسونه. در این حالت رزولوشن ویدیوهای ثبت شده به 1080 پیکسل یعنی فول HD خواهد رسید. در نسل پیشین کاربران تنها میتونستن ویدیوهای صحنه آهسته با نرخ 240 فریم در ثانیه و با رزولوشن پایین PHD 720 رو به ثبت برسونن. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا امکان فیلم برداری صحنه آهسته با نرخ 960 فریم در ثانیه وجود داره یا خیر. پرچمداران سال 2017 سونی از جمله اکسپریا XZ پریمیوم میتونن ویدیوهای اسلو موشن با نرخ 960 فریم در ثانیه و رزولوشن PHD 720 رو ثبت کنند. یاماها موتورسیکلت جدید YZ65 مدل 2018 رو که مخصوص مسابقات موتورکراس نوجوانانه طراحی کرده. در دنیای کنونی پرداختن به کودکان و نوجوانان در تجارت اهمیت زیادی داره و فرقی نمی‌کنه که شما کارخانه موتورسیکلت سازی داشته باشید یا شرکت تولید اسباب بازی. در هر حال این استراتژی تجاری خوبیه که روی نسل در حال رشد سرمایه گذاری کنید و محصولاتی رو به بازار بفرستید که کودکان و نوجوانان به دنبال اون هستن. با این استراتژی یاماها به اون میپردازه و اخیراً جدیدترین موتورکراس تولیدی خودش رو با نام YZ65 مدل 2018 وارد بازار کرده. جدیدترین موتورسیکلت مسابقه ای یاماها مبتنی بر پلتفرم بلو CRU که مورد علاقه کودکان طراحی شده با پیشرانه، تعلیق، قاب و بدنه جدید در دسترس دوستدارانش قرار میگیره. آخرین فناوری و ویژگی های عمل کردی در طراحی این موتورکراس به کار گرفته شده تا بهترین سواری مسابقه ای رو برای علاقمندانش ممکن کنه و اونها بتونن با این وسیله رانندگی خوبی رو تجربه کنن. از شما همراهان گرامی که بیننده برنامه 01 بودین سپاسگزارم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتونو از طریق اینستاگرام و یا توییتر برنامه به ما اعلام کنید. تا برنامه بعد، بدرود.